درس ما را بچه ها شروع میکنیم به ادامه درس های جاوا اسکریپت. از در روزهای قبل ما از جاوا اسکریپت موضوعات مانند معرفی کردن واریبل، قوانین برای نامگذاری واریبل ها را خوانده بودیم. امروز یک بحث بسیار مهم دیگه که به نام اپریتورز این جاوا اسکریپت است را بخیر میخوانیم. طبق معمول یک فایل می سازم مخصوص html داد نام فایل ویب داد html. بعد از او استایل داد css کودایی که مربوط css است و کودایی که مربوط جاوا اسکریپت است دارم داخل داد js ثبتش می کنم. اینا رو میرم اول داخل html کود نشته می کنم. اینی کودایی که با من نیاز نیست را حذف میکنم. در هید میایم میخوایم در سنتر باشه یا در ایچ یک در بینش نشته باشه که اپریتورز این جاوا اسکریپت. بعد از او میخوایم که دو فایل که ساخته ما سی اس اس و فایل اچ تی ام ال است و را لینک بتم در داخل اچ تی ام ال. لینک استفاده میکنیم که فایل سی اس اس بندازم. فقط دیگه در اشاره نشته میکنم که استایل دا سی اس اس. اگر خواسته باشم فایل جاوا اسکریپت لینک شه بنده ما چی استفاده میکنم؟ جاوا اسکریپت از تگ اسکریپت. این طرفش فقط نشته میکنم سورسش اس ار سی امو نام فایل که ان دی دات جی ایکس بود جی اس. بچه ها اینی لینک اسکریپت ما میتونم که دایجه هم پرت داخل هیت و یا کات بکنم داخل بادی هم بندازم یا در هر قسمت از بادی که مایل داشته باشم میتونم اون را بندازم. اینا را میرم امی اشکی را که جور کردیم برای کم استایل میتونم برای سعید اشک این اسیس اس میرم میخوایم که اولین تغییرات که دمی بیایم یک دانه باردر انلاین داشته باشم 20 px ساید 20 تا زیاد است 5 px سایدش باشه سولید باشه رنگش هم رد باشه فونت فامیلی هم باشه سانس سرف فونت سایز هم باشه 40 px پادینگ داشته باشم سی پی ایکس از چهار تا بغل مارجین داشته باشه 20 px دیگر میره میبینیم که چی جور شده. باز گپای بعدش را بخیر دوباره تدبیر کنیم. خب این قسم یک چیز ساخته شد بچه ها. اینی خطا را چی میگفتک؟ باردن انلاین و اینی مارتنس که اپریتورز این جاوا اسکریپت ما نشته کردیم. می خواهیم که یک خط بیایه خط شد دیگه بسیار با سادگی و من از چی استفاده می کنم؟ اچ آر هوریزنتال لاین. حالا من رفرش می کنم اون خط شم آمد. خب اینا رو بچه ها میریم دیگه سر کودای جاوا اسکریپت. جاوا اسکریپت که هست بچه ها گفته بودیم که برین یک وبسایت هست صحیح؟ اصل و مغز اما بهیویر وبسایت ما را ما میایم که جاوا اسکریپت ست میکنیم. ما میخوایم که برای فعلا یک الرت داده شوه در شروع امی نفر که وبسایت ران کرد در الرت نشوه که ویلکم تو اور لرنینگ ثبتش میکنم. حالا که بین در داخل برازارتون ویلکم تو اور لرنینگ آمد. حالا مطمئن شدم که لینک درست کار میکنم. ما وریبل را هم خوانده بودیم بچه ها نه؟ مثلا اگر وریبل می خواستم معرفی کنم وریبل نمبر یک مساوی به 200 اینا داخل اون وریبل چند ذخیره است؟ 200. این نام وریبل ما به مو قوانینی که خوانده بودم ست کردیم نه؟ قوانین اولی بود که باید فاصله نداشته باشه از سر 55 زیاد نباشه از سمبول متواتر استفاده نشده باشه عدد نباشه و دیگه که گفتیم از کیورد هایی که جاوا اسکریپت رو رزرو کرده هم نباشن. اینا را اگر بخوایم که ما این نمی قیم این نمی وریبل در آلرت پارتم پس آلرت در بین قوض نشته میگه نام وریبل ها حالا که رن بکنم دما چی نشته میشه قیمت هم وریبل دیشه پاس میشه.
The tariff variable and sada gofta budem ki variables whole data in a program language. The har program language ma ba variable niyaz darim ki ak data ro dakhilash nigah konam. Sahi ast? Khob, ina ro age bogem name, ina ro bachha mere sar operatorha ma. Sahi ast? Ma aval dar notepad bartan operatorha ro list mekunam, baz rafta amalan bakhair karash mekunim. Operators bachha amaliyat ista یا علامات است یا سمبول های است ما در جاوا اسکریپت یا در پروگرام لنگویج جو ما مختلف عملیات بالای برنامه خود انجام میتیم. صحیح است؟ مثلا این ماشین حسابی که شما در موبایلتون استفاده میکنین اینمی از ده ها اپراتور ساخته شده. اگر اپراتور نمیبود اون قسم چی ساخته نمیشد. مسئله مهم دیگه است که اینمی اپراتور سره که ما امروز میخونیم بچه ای در هر پروگرام لنگویج موجود است. پیش پی بخوانه شما یه اپریتور ها موجود است، سی بخوانه موجود است، سی پلاس پلاس بخوانه موجود است، در هر پروگرام لنگویج شما بخوانه اپریتور موجود است، چون یک بحث بسیار مهم با اونده است. چهار نوع اپریتور بچه ما داره. یک نوع شما میگه بنام ارتمتیک اپریتور که فقط اینه قدر است، جمع است، منفی است، ضرب است، تقسیم است و مودیولوس یا ریمیننگ است که توسط از این علامه را کار میکنیم. میخوایم که برم اول همین چهار تا پنج شاره کار کنیم بچه ها با پیدامش میپردیم. صحیح است؟ مثلا بسیار به شکل ساده میخوایم که همین دوست همین نمبر یک قدمه کمیتر الیرت بکنه جمع کنه که از سر دیگه. حالا چند الیرت میشن؟ 300. اگر ما بگویم که اونمون نمبر یک جمع بکنه جمع نکنه ضرب تقسیم سی بکنم باقی ماندش رو بکشه که چند میشه. چند میشه حالا باقی ماندش؟ دوستان اگر تقسیم سی کنیم؟ این حالا میریم بچه ها موسیقی میکنیم که باقی مانده چند میشه. ما ایره رفرش میکنم باقی مانده دو میشه. به خاطر استفاده میکنم بچه ها که من بفهمم وقتی که نمبر یک تقسیم سی شوه چقدر باقی ماندهش یا ریمیننگش میبراید. صحیح است؟ اگر تقسیم باشه خود تقسیم استفاده میکنم، اما این ریمینینگ از بچه ها یعنی دوستان تقسیم سیف میکنن با کمونده میکشن. حالا ما کلیر سیف میکنم میرن در برنامه سعی میکنم که با کمونده میشه دو میشه. مثلا اگر من نمبر مساوی قرار بتم بده اگر به ما در تقسیم سیف کنم چند میشه با کمونده یک میشه ایره ثبت میکنم حالا که میرم یک با کمونده به من نشان داد. ایره بچه ها اریتمتیک اپراتور میگن یا که نمی تقسیمش تقسیم میکنه با ما داده این ضرب میکنه با هم این جمع میکنه و این منفی میکنه بس خلاص. یعنی ارتمتیکش دیگه آسان است اما عملات ریاضیکی است تمامش. حالا بچه ها ما میخوایم که اینمی الرت نشه اینمی پاس شوه داخل یک اچیک در داخل تگ بودی از چی استفاده میکنم؟ document.write این حاله این همی نمی یک منفی سی کده و من در داخل بادی می اندازم. حالا که من به امان چند نشان دادم؟ هفت. اما او بچه ها کس اما در بیر انداخته شده ایش کدام داخل کم تک وجود؟ نیست. مثلا اگر بخوایم داخل تک چک بیایم خیلی مثلا اینجا دو دانه کوتشن می اندازم این قسمت دو دانه پلاس می اندازم در بین از اینی باز می اندازم کود را که ما می خواهیم خودم نشان داده شود. کو چی است؟ نمبر یک است. حالا که ما در براوزر ببینیم نمبر یک اوتومات پاس کرده داخل تگ بودی. این حالا مثلا نگم که اگر منفی ده منفی یک شوه و پس امیگه به داخل قوس هم منظم بگیریم این حالا اینی را جمع آسل از اینی میکنه که چند میشه؟ نو میشه نه؟ جمع کروزن تک میکنه. خب بعد از ارتمتیک اپراتور بچه ها اپراتور دیگر هم میخوانیم به نام ریلیشنال اپراتور. ریلیشنال اپراتور یا این را به نام کامپریتیو اپراتور هم میگن به خاطر استفاده میشه که چندین قیمت وریبل را با هم مقایسه بکنن. صحیح است؟ این کدام ها هست؟ اینی هست چی هست علامه؟ کوچکتر. دیگه کوچکتر و مساوی، دیگه بزرگتر و بزرگتر و مساوی، دیگه خود مساوی تنها و
E há aqui, digo, mas vai ser o quê? Nota igual tu. E nesse caso, o operador, marbuta, se me chamasse o relational, o operador. Que rabata, ou bem, chan variável na chameta, ou chan variável a quimás se vá, moqaisa me econam. E lá vai a questão cor me econam, tá a dizer. Para felan, as duas variáveis no chame econam, uma variável vai ser o número 2, masoi basat. اینا رو با چایی تکار میکنم از افکاندشان استفاده میکنم اف هم نشته میکنم برز و قوسش باز شما اف خود در برنامه قبلی خواندین افکاندشان بچه همون کاندشنل پروگرامینگ است که مطابق درست بودن یک شرط یک کار انجام میتن بله آن اگر این شرط ما درست بود این کار انجام شد اگر این شرط ما درست نبود این کار دیگه انجام شد صحیح است؟ همیشه در جاوا اسکریپت کاندیشن ما رو بین چی نشون میکنیم؟ بین قوس میگم اگر نمبر یک کوچکتر از نمبر دو بود در بین اینی براکت ها چی کار بکنم؟ اگر ایت یک گپ بود میگم در داکومنت دات رایت نوشته بگو که this condition is true اینا رو بچه ها نشته میکنم که الیسف اگر همون کاندیشن ما اگر میگم نمی یک بزرگتر از نمی دو بود با میشه که this alert document.write this در بین کوتیشن نمی یک is greater دن نمی اینا رو بچه ما ایک رنگ کنم کدام کد رنگ شده در بادی برای ما نشان دارم میشه همین در شما نه چون نمبر یک کوچکتر از نمبر چی هست؟ دو هست و در اینی قدر بچه ها اینی قدر بلانک کد ما ایج اجرا نمیشه حالا که ما بیایم در داخل کد خود سعی کنم شده که دست کاندیشن است؟ ترو فهمیدین؟ اینی ریلیشن اپریتور را بچه ما که دیف کاندیشن ها کار میکنم که رابطه بین دو وریبل مشخص کده و یک کار را در روی افتاد خود انجام بدم یک مثال دیگه هم از ریلیشن اپریتور را بچه ها کار میکنم براتون ما در کود میرم یک دانه وریبل این دو دانه ردش پاک میکنم ایش هم پاک میکنم یک دانه وریبل میسازم به نام student یا you name user name صحیح؟ is equal to عبدالله صحیح؟ این حال چی کار میکنم بچه ها؟ میگم اف اگر یو نیم مسایی بچی بود؟ عبدالله بود بعد از چی کار شوه؟ یه نشته کن میگم document dot write قوسش باز یک دانه اچ یک را نشان بده اچ یک را نشان بده بگو که welcome dear Abdullah welcome dear user و در غیر صورتش که الصف است یا الصف خالی نشته میکنم document dot write میکنم you aren't You are not the correct user. بچه ما اینجا پس تگ چک دوباره میبندم اینجا هم تگ چک باز میکنم چک اینی کار ما با این مانا اینی کار ما که یوزر نیم مساوی شده با عبدالله اگر میخوایی که چک بکنه او را با دو دانه مسئله باید استفاده کنم صحیح است؟ این حاله یک مسئله بچه ها دو دانه مسئله داره خواه اگر بخوایم ما چیزی را مقایسه کنم در جاوا اسکریپت با دو دانه یک والسان استفاده میکنم بله یاد یک تاش باز و قیمت مسئله بود قیمت قرار میده حالا که ما میم You are not the correct user میگر اما زمانه که اگر ما را بگویم
میرا عبدالله جور کنم این تکس را کپی کده یا پیست بکنم اینا رو بهم با من میگه که ویلکم دیر یوزر سایز بچه ها تفاوت یاد گرفته نه؟ خب یک مسئله دیگر که من باز میخوایم دستم بچه ها لاجیکل اپریتور است لاجیکل اپریتورش کم است صرف سه دانه است بچه ها اند است و اور است نات هم است ناتش با دیگر روز کار میکنیم این بچه ها از لاجیکل اپریتور زمان استفاده میکنه که بخوایم همزمان قیمت چندین نفره بالا چی کده برام؟ چک کده برام سیز؟ مثلا اینجا یوزرنیم دادم یه یک نفره بل دیگه برام پاسورد هم میتونم پس مسایی با یک دو سه چهار پنج اینا نه بچه ها اینجا من از او لاجیکل اپریتور استفاده میکنم چی است؟ اند است اما اند علامش اینی هست بچه ها شفت هم میگیرین که ده هفت صحیح؟ آفرین اند پر... اینا رو میگم اند پاسورد مساوی مساوی بود بچی یک دو سه چهار شش اگر هر دو شرط من درست بود اینا رو بچه ها اینی کار انجام میشه اگر هر دو شرطیم یکیش هم غلط بود بازوی کود رن نمیشه کمیتر من با اینی بلاک کود مرا رن میکنم متوجه هستی نه؟ اینا بله آن دو دانه ان میه به خاطر که شما بتونین لاجیکل اپراتور ان استفاده کنین اگر یک شرط هم غلط بود بازی بلاک کود ما رن نمیشه حالا من رن میکنم کدامش باید رن شما بچه ها؟ پایینش چون ما پاسورد غلط نوشته کردیم حالا که بایم من میگه you are not the correct user اگر من دوباره بچه ها بایم پاسورد درست نوشته کنم این پنج پرتم حالا که بیایم مرا دوباره کمپیوتر میشناسن اما اور چی خاصیت داره؟ ایواز از اینی چی؟ اور اگه یک شرط هم درست باشه اجرا میشه کد صحیح؟ هر دو شرط ما درست است درست نشان دادن اگه من یک شرط غلط نشته کنم بازم درست نشان دادن و اگه هر دو شرط ما غلط بکنم در این صورت دنبال باید اجازه نکنم این نام وریبل است اگر میخواستین که یوزر هر دو چیز دارن بفهمه باید از اند استفاده کنین در غیر صورت از اور استفاده کنین که نفر فقط دیگه اینال ما بخیر بچه ها در پرامپت باکس یاد میگیریم که چطور این پاسورد از خود یوزر پرسان کنیم میگم اینا را به شرک فعلا خالی آنو مردی چی میمانم بچه خالی صحیح؟ یعنی وریبل جور کنیم وریبل برای فعلا قیمت نداره یا قیمت میتونم مثلا مساوی با این تاکید خالی صحیح؟ مساوی با تاکید خالی اینا را میگم که یونیم مساوی است با پرامپت پرامپت به خاطر استفاده میکنیم که بخوایم قیمت در بچه ما از یوزر بگیریم صحیح؟ حالا در نفر باکس باز میشه مسیج خود نشته میکنه در بین این مسیج چی نشته باشه نشته که انتر یور یوزر نیم همین که نفر یوزر نیم میخواد نشته که کجا ذخیره میشه؟ یونیم و دوباره پس مساوی است با پرامپت از نفر پرسان کنه که انتر یور پاسورد اینا را دو مسیج پرسان میکنه که پاسورد یوزری مخصوص قیمت پیدا کنه برز من شرط چک میکنه اینجا ما باید اگر آن پردم اگر بخوام که هردو شرط درست باشه از یه علامه استفاده میکنم اینا را چی میگم مگر پاسورد مسیح بابدالله نام مسیح بابدالله پاسورد یک دوسته بود به نفر بگو که ولکم آره سعی کنم بچه اینه در من پرامپ مسیج آمد پرسان میکنه که انتر یور یوزر نه من اشتا میکنم عبدالله حالا میگه پاسورد یک دو سه حالا که شرط درست است چی هست؟ متوجه بچه ها خود گفته بودیم که جاوا اسکریپت برین وبسایت ماست ما
ما اینا رو یوزرنیم رو شما میکنم عبدالله پاسورد رو شما میگم 123 آن من رو میگم ویلکم دیر یوزر اگر دوباره رن کنم پاسورد غلط نشت یوزرنیم غلط نشت پاسورد رو صحیح نشته بکنم در این صورت هم مرا نمیشناس اگر چی رو بودی بگم او رو با خیر میخورم که چطور تکست از داخل فرم بگیرم این اخوان تو کن دیگه ما اگر پاسور از یوزر صحیح نشتا کردی اینی مطل می آیا اگر غلط نشتا کردی می خوانی می گفارا کل ای گفارا می خوانی بچه صرف هیدر را چیل می کنیم و تو ما ویب سایت ما در دیگه جای می ره دیگه فورم باز می شه خواه یک بس دیگه بچه ها مانده از اپریتور ما شما که او چی هست؟ استرینگ اپریتور یا تکست اپریتور هم برش میگه این فقط بچه ها یک دانه هست اینی هست نه این آسان هست دیگه هرگاه بخیر بچه ها کانکت بکنین دو تکست استرینگ با هم سریست؟ از چی استفاده میکنین؟ از این اگر بخواین دو متن را با هم یک جای کنین از اینی پلاس استفاده میکنین اگر بخواین که دو عدد را با هم جمع کنین از چی استفاده میکنین؟ از این اینا را میخواییم که عبدالله را نشان که میتا در پولیش مثلا اینجا بچه ها متوجه میخواییم که یوزرنیم عبدالله را نشان بتا با نام عبدالله را در این پولیش بیارم خواهیم ادامه از این میگم جمع بکو این نمیره کرد یو نیم حالا که من میرم در سایت عبدالله یک دو سه اینه اینه نشان داد و اینه جمع کرده من بچه ها اینه چهار نه اینه درس ما بوده این درس ما بچه ها برنامه اپریتورس این جاوا اسکریپت بوده را خوانده این خلاش صحیح؟ ویدیو را ببینید درست که دوباره این را در پیش خود تکرار کنید بچه ها که پروگرامینگ نیاز به پراکتیس داره نه در دیدن کسی سر یاد میگیرید نه در مطالعه هر کی که پراکتیس بیشتر کرد بیشتر مهارتاش در پروگرامینگ بالا میره صحیح؟ سوال باشه پرسان کنید سوال